سلام، با جلسه 21 از دوره مجازی آموزش شامل کورل دراپ در خدمتتون هستم. چند تا فرمان دیگه باقی موند، بذارید ابتدا به اونها بپردازیم. از فرمانهای ترکیبی اشیا، من میخوام یک حالت گلبرگ درست بکنم. چجوری باید این کار رو بکنم؟ میام یک دایره رسم کنم اینجا، بذارید بکنم گرید من فعال هست ولی گرید رو غیر فعال کنم، snap to grid رو بردارم. اوکی، خب یه دایره من اینجا رسم کنم، میخوام با همین یک حالت گلبرگ ایجاد کنم تا توضیح مربوط به این جلسه رو همین گلبرگ پیاده بکنیم. خب گلبرگ های حالتی دارن، اینجاشون گرد هست، بعد میاد به این سمت چیز میشه، حالت قطره آب. ما خواهیم کم چیز رو ایجاد بکنیم. میگم ابزار رکتانگل رو انتخاب میکنم و از اینجا از مرکز دایره به این شکل یک مربعی رسم کنم. یکی از قسمت های رأس های مربع رو میذارم روی محیط که اینها هم دقیقا همپوشانی داشته باشن و مچ بشن. اینجا رها میکنم. کاری که باید بکنم این است که این دوتا رو با هم ولد بکنم. این دوتا شی رو انتخاب میکنم، میام روی ولد کلیک میزنم. خب یه حالت گلبرگ رو ما الان به سادگی درست کردیم. توضیح امروز ما در مورد فرمان سیمپلیفای هست در ابتدا، که این فرمان سیمپلیفای چه کار میکنه. کسایی که کار اسلیمی انجام میدن یا نقوش فرش و امثال هم، معمولا وقتی میان یک گلی رو رسم میکنن، یک شیعی رو، یک تورنگی رو، هر چیزی رو رسم میکنن، اون قسمت هایی از شیعی که قابل رویت هست اونها رو با دقت رسم میکنن، اما انتهای اون شکل ها که ممکنه شیء دیگه ای روش قرار بگیره فقط میخوام مسیر رو ببندن، میان همینطوری با ساده ترین شکل ها اینها رو میبندن. در نتیجه وقتی شیء شما رنگ داره هیچ اتفاقی نمیفته. اما در بک، در حالت وایر فریم، اون بک طرح شما ایراد داره. حالا من ساده شده این موردی که گفتم رو همینجا به شما نشون میدم دقیقاً متوجه بشید. یک کنترل سی کنترل وی میزنم، این رو حالت آینه ایش میکنم و منتقلش میکنم به این سمت به این شکل. یه خط راهنمای من اینجا بذارم چون میخوام اینو حالت عمودی در بیارم. یک کنترل سی و کنترل وی مجدد این رو انتخاب میکنم و این رو میام میذارم روی حالت عمودی. خب ببینید، من این رو میارمش اینجا میذارم روی این. الان اگر من اینها رو بیام رنگ بدم، مثلا این رو قرمزش بکنم به این شکل، خط دورش رو هم بردارم، این دوتا رو هم انتخاب کنم و مثلا نارنجیشون بکنم، خط دورشون رو هم رو حالت نان بذارم. خب الان این رو من خواهم بذارم بک، بیاد بک این دوتا گل بک قرار بگیره. این رو میام رو حالت اوردر و فرانت بک میزنم. خب الان ببینید یه همچین شیئی که ما ایجاد کردیم، مثلا میتونم بیام معکوسش رو هم بذارم پایین، اما خب نیازی نیست. الان چیزی که ما ایجاد کردیم در این حالت هیچ مشکلی نداره. اما اگر من بیام تو حالت ویو و وایر فریم رو انتخاب بکنم، وایر فریم حالت ساده شده و سیمی، اسمش بالاشه، حالت سیمی، نمایش سیمی، دیگه رنگ، گرادینت هیچ چیز نشون نمیده، فقط محیط اون شکل هایی که رسم کردین رو به شما نشون میده و رنگ داخلشون رو هم ترانسپرنت میکنن. رو حالت وایر فریم اگر برم، خب میبینید این قسمت ها، این خطوط اینجا دیگه اضافه هستن. مثلا اگر شما همین نقش رو بخواید با لیزر در بیارید، اگر این خطوط اضافه حذف نشن، این لیزر میاد این قسمت ها رو هم برای شما برش میزنه و نقش ایجاد میکنه. خب این یک ایراد هست، ما باید این لبه های اضافی که به درد نمیخورن رو برداریم. در اصل باید شیء ما اینجوری رسم بشه، بیاد از اینجا یه دایره و بیاد رو محیط این به این بسط بشه. شاید برای شما سوال بوده که این دقت رو چجوری میشه پیاده کرد. این با یک فرمان خیلی ساده سیمپلیفای قابل پیاده شدن هست. من حالت رو برمیگردم رو حالت بهبود یافته یا انهانس و میام این اشیاء رو انتخاب میکنم. یک دکمه ای ما اینجا داریم که اگر روش نگه دارم میده سیمپلیفای هست، نمیشه تریم اوورلپینگ ایریاز امانگ آبجکت،
میاد قسمت های اوورلپ شده آبجکت هاتون رو تریم میکنه و برش میزنه. اشیایی که من اینجا رسم کردم ساده است و تعدادشون کم. اگر طرح شما مثلا یک طرح فرش باشه، یه طرح اسلیمی باشه، یه طرح اینجوری باشه و جزئیات و اشیاء زیادی داشته باشه، این فرمون ممکنه مقداری زمان بر باشه. بسته به سخت افزار سیستم شما ممکنه زمان زیادی بگیره و باید صبر بکنید تا عملیات به پایان برسه. این نکته‌ای هم در مورد کسایی که میخوان دوست دارن برن سراغ طراحی فرش یا امثال هم، در اینجور موارد معمولا میان یک چهارم طرح اصلی رو پیاده سازی میکنن. چرا؟ چون مثلا فرش رو اگه شما دیده باشید یک چهارمش رو اگر برش بزنید با یک چهارم با سه چهارم بقیه همه تقارن داره، برای همین یک چهارم اون قسمت رو طراحی میکنن و از همون یک چهارم میاد طرح اصلی رو پیاده سازی میکنن. روش طراحی موارد این شکلی به این ترتیب هستش. خب من میام روی فرمان سیمپلیفای کلیک میکنم، الان فرمان پایان رسید. اگر من مجدد بیام رو حالت ویو و این بار وایر فریم رو فعال بکنم، میبینید دیگه خبری از اون خطوط اضافه نیست و کاملا برش خورده و از بین رفته. یه نکته وجود داره، باز هم اگر اینجا دقت بکنید یه سری خطوط تکرار شده. دوستانی که کار لیزر انجام میدن این موارد برشون مهمه، چون رو هم رو طرحشون اثر میذاره، هم رو مدت زمان کار دستگاه لیزر اثر میذاره و این باعث میشه که هزینه های اونها بالا بره و طرحشون هم تقریبا به مشکل میکنه. این خطوطی که دوبار تکرار شدن، یعنی این قسمت رو اگه دقت بکنید یک بار مربوط به این شیء بالایی هست و یک بار این قسمت مربوط به این گلبرگ است. پلاگینی هست به اسم ایکات، دوستانی که تمایل دارن و کنجکاو هستن میتونن برن این پلاگین رو تهیه بکنن. پلاگینی هست لایسنس دار هست و باید بخرید این پلاگین رو. این پلاگین به راحتی میاد این خطوط اضافه رو برای شما حذف میکنه و لبه‌ها رو تک خطه میکنه برای کسایی که کار لیزر و امثال هم تابلو سازا، کسایی که با کوردر کار این شکلی انجام میدن میاد خیلی راحت این کارها رو برای شما انجام میده. کار زیاد دیگه انجام میده مثل چیدمان اشیا و مواردی از این دست که خب موضوع بحث ما نیست و من فقط اشاره کردم دوستانی که تمایل دارم میتونم برن دنبالش. این از فرمان سیمپلیفای که چقدر راحت هست و شما میتونید اون مناطقی که اوورلپ شدن با هم رو از بین ببرید و تریم بکنید. فرمان بعدی که وجود داره، بذارید من این رو یک جابجا بکنم ببینید چه شکلی شد گلبرگی که ما ایجاد کردیم. وقتی ما فرمان سیمپلیفای رو روش اجرا کردیم اومد این قسمت هاش تریم شد و از بین رفت. حالا مثلا اگه بخواید یه چیز این شکلی شما ایجاد بکنید، خب بهتر اول بذارید روی هم بعد بیاید تریمش بکنید و در نهایت بیاید اون فاصله هایی که میخواید رو توش ایجاد بکنید به این شکل. مثلا برگردیم به حالت انهانس. خب یه طرح ساده این رو ما با همین فرمان های ساده که تا الان با هم کار کردیم ایجاد کردیم. دو تا فرمان دیگه وجود داره. ببینید اگر من بیام یک دایره ای رو مثلا بیام با این اوورلپ بکنم اینجا و با این انتخابش بکنم، الان دایره من شیء بالا هست دیگه، چون آخرین شیء هست که ایجاد شده. من داخلش رو ثبت میکنم که دقیقا قابل رویت باشه، این شیء بالاتر هست. من این دو تا شیء رو انتخاب میکنم. دو تا فرمان انتها داریم. یکی فرانت ماینس بک، میگه بالایی رو به وسیله پایینی برش بزن. شیء بالایی ما این هست، شیء پایینی ما این. میگه بالایی رو به وسیله پایینی برش بزن. روی این اگر من کلیک بکنم میبینید شیء بالایی من به وسیله شیء پایینی برش خورد و کل اشیاء سورس و تارگت ما هم حذف شدن تو این فرمان. فرمان معکوسش بک ماینس فرانت هست، یعنی دقیقا مشابه فرمان تریم هست که میاد شیء بالایی رو، شیء پایینی رو با وسیله شیء بالایی برش میزنه. تو این فرمان هم میبینید سورس و تارگت از بین میرن. شما میتونید از این منو شیپینگ هم استفاده بکنید برای تنظیمات بیشتری که قبلا توضیحش رو دادیم.
این دوتا فرمانی بود که تو این جلسه لازم بود از جلسات قبل اونها بپردازیم که توضیحش بود برای این جلسه و امیدوارم که کاملا درک کرده باشید، مخصوصا فرمان سیمپلیفای رو که خیلی خیلی کاربرد داره. آخرین فرمانی که از این دسته از فرمان ها باقی مونده فرمان باندری هست. این هم فرمان پرکاربردی هست و زیاد میتونید ازش استفاده کنید و خیلی به درد بخور هستش. ببینید من الان این دایره رو گذاشتم روی این شیء گلبرگمون. یه اجتماع این دوتا شیء رو اگر ایجاد بکنید، مثلا این رو من با این ولد بکنم، میبینید یک شیء این شکلی ایجاد شد. خب بعضی وقتا شما میخواید باندری یعنی محیط اینها رو به صورت یک شیء مجزا تحویل بگیرید، نمیخواید این دوتا رو با هم ولد بکنید. هرچند وسیلی فرمان شیپینگ با ولت هم میشه این کار رو کرد، اما با فرمان باندری خیلی راحت تر هست. ببین من این دوتا شیء رو انتخاب کردم، میام روی دکمه آخر کرییت باندری کلیک میکنم، روی این اگر من کلیک بکنم یه شیء ایجاد شد. اگر من جابجاش بکنم ترکیبی از محیط دوتا شیء هست، انگار که دوتا شیء رو شما با هم ولت کردید و داخلش رو ترانسپرنت کردید، یعنی میاد با اون ویژگی های پیش فرض شما. ویژگی پیش فرض ما چی هست؟ زمانی که مثلا ما میام یک مربع میخوایم رسم بکنیم، ویژگی پیش فرض ما همین خط دوره ای است که انتخاب کردیم و اینکه آوتلاین ما مثلا رنگش مشکی هست، فیلش هم نان هستش. میاد با این شرایط یک باندری ایجاد میکنه. یعنی باندری که ایجاد شد از ویژگی های پیش فرضی که شما اینجا تعریف کردید تبعیت میکنه. یعنی اگر شما اینجا به خط دوره رنگش رو تغییر بدید یا ضخامتش رو عوض بکنید یا بیاید برای فیلش رنگ انتخاب بکنید، باز هم همین شرایط پیش فرض رو میاد به گریت باندری اختصاص میده و میاد یک شیء واحد ایجاد میکنه که ترکیبی از دو تا شیء است که ما قبلا انتخاب کردیم. حالا اگر این دوتا شیء با هم همپوشانی نداشته باشند ببینیم چه اتفاقی میفته. مثلا این دوتا شیء رو من انتخاب بکنم، create boundary بزنم، ببینید چه اتفاقی افتاد. میاد مجدد دوتا شیء رو برای من ایجاد میکنه، منتها این دوتا شیء یک شیء واحد هستن. هرچند دوتا شیء با هم همپوشانی نداشتن، create boundary که ما زدیم دوتا شیء رو اومد در قالب یک شیء واحد ایجاد کرد. هرچند من میتونم اینجا با استفاده از دکمه break apart این دوتا رو از هم بشکنم و تبدیل به دوتا شیء مجزا بکنم. این از ادامه مباحثی که از جلسه قبل باقی مونده بود که توضیح بدیم این فرمان هایی که از جلسه قبل شروع کردیم و این جلسه کامل کردیم موارد رو. من اینها رو پاک کنم، این موارد رو هم میذارم اینجا که سند انتهایی به شما بدم و داشته باشید. دایره رو من حذف بکنم. خب موضوع ادامه جلسه ما کار با گره ها برای تغییر شکل اشکال هست. ببینید من تاکید میکنم اشکال، شکل ها نگفتم مسیرها، شکل ها یک به قولی محدوده خاص، یک زیر مجموعه از مسیرها هستن. چرا میگیم شکل؟ شکل ها یک قواعد خاصه دارن. شکل ها منظورم همین اشیایی هست که ما اینجا در موردشون بحث کردیم، شیء رکتانگل، الیپس یا هم دایره و چنزلی ها که با هم در موردشون صحبت کردیم. اما ما با استفاده از کار با گرا روی اشکال میتونیم تغییرات رو ایجاد بکنیم. برای مثال من یک مستطیلی رو اینجا رسم کنم. اگر بیام ابزار شیپ تول رو انتخاب بکنم، ببینید 4 تا گره این اطراف قرار داره که من گره ها رو میتونم جابجا بکنم. با جابجا کردن این گره ها، این گوشه های مستطیل یا مربع من از حالت تیزی در میاد به حالت دایره مانند. خب من این رو بیام جابجا بکنم، ببینید هر چقدر من این رو بیشتر جابجا میکنم، این گوشه های مستطیل من بیشتر گرد میشه. این روشی هست غیر دقیق، یعنی دقت نداره. اگر شما کارتون دقت نداره، فقط گوشه های یک مستطیل یا مربع رو گرد بکنید، با استفاده از همین ابزار شیپ تول و کشیدن گره ها میتونید
این گرد شدن رو انجام بدید. هر چقدر بیشتر اینها رو جابجا بکنید، گرد شدگی بیشتر میرسه. تا جایی که شما این دو تا گره رو روی هم قرار بدید در این منطقه و این دو تا گره رو هم روی هم قرار بدید که دیگه به هم نمیرسن، اگر دایره مربع بود این دو تا گرم روی هم قرار میگرفتن، به یک حالت بیزی مانند ایجاد شد. اگر مثلا من بیام اینجا یک مربع رسم بکنم و این بار بیام با ابزار شیپ تول اینها رو به هم وصل بکنم، اگر اینا خیلی به هم نزدیک بکنم و روی هم قرار بدم، میبینید مربع من تبدیل به یک دایره شد. اما خصوصیتی که این شکل داره خصوصیت رکتانگل هست. شما در دایره نمیتونید این گره ها رو جابجا بکنید، ولی در رکتانگل میتونید. ببینید من میتونم این رو کاملا دایره بکنم یا بیام برگردونم به حالتی که یه مقداری گوشه های مربع گرد باشه. این روشی هست برای گرد کردن گوشه های مستطیل ها و مربع ها به روش غیر دقیق. روش دقیقش رو هم با هم بررسی خواهیم کرد. مورد بعدی مورد ابزار دایره و بیزی هستش. من یک شیفت افشار بزنم برگردیم به حالت فیتسگرینمون. این دوتا رو من بذارم یک کناری فعلا، مثلا بذارید برشون دارم که فضامونم پر نشه. من میام اینجا یک بیزی رسم میکنم به این شکل. خب اگر باز بیام ابزار شیپ تول رو انتخاب بکنم، میبینید باز یک گره ما اینجا داریم. در ابزار در دایره و بیزی ما فقط یک گره داریم وقتی که شیپ تول رو انتخاب میکنیم. خب من گره رو میتونم جا به جا بکنم. اگر من شروع کنم به چرخوندن، میبینید یک خطی همراه با این داره راه میافته و داره به ما نشون میده در انتها چه تحویل خواهیم گرفت. این یک قاچ هست. اگر من این رو رها بکنم، میبینید بیزی ما تبدیل به یک چی شد؟ پای شد یا یک قاچ شد. خب همینجا من میتونم تغییر حالت بدم به آرک، مثلا روی آرک کلیک بکنم. اما روش ساده ترین هست. شما زمانی که این گره رو دارید جابجا میکنید، اگر مکان نمای موس شما داخل بیزی باشه، شکلی که تحویل میگیرید یک شکل پای یا قاچ هست. اما اگر همینجا من مکان نمای موس رو ببرم خارج از بیزی، میبینه دیگه خبری از اون خط اینجا نیستش و این به ما آرک رو تحویل میده. پس هر زمان شما خواستید آرک ایجاد بکنید، مکان نمای موستون رو در ابزار شیپ تول خارج از محیط دایره و بیزی قرار بدید و جابجا بکنید، و زمانی که میخواید آرک تحویل بگیرید، پای تحویل بگیرید یا قاچ، این مکان نما رو کافی است بیارید داخل بیزی و این حالت قاچ رو به شما تحویل میده. هرچند با استفاده از این دکمه‌ای که اینجا هست، شما میتونید سریعاً برگردید به حالت پیش فرض، مثلا من آرکش بکنم یا با کلا برگردم به حالتی که ابتدا بودم، ولی این روش سریع‌تری است که میتونید ازش استفاده بکنید. اما این دو تا موردی که ما الان بررسی کردیم موارد ساده ای بودن. جذابیت کار با گره ها در شکل ها بیشتر در ابزار چنزلی نمود میکنه. ببینید من ابزار چنزلی رو انتخاب میکنم، تعداد ازلاش رو میارم روی 4 و یک 4 ضلعی منتظم رو اینجا رسم میکنم. خب ببینید اگر من بیام اینجا ابزار شیپ تولز رو انتخاب بکنم، ما 8 تا گره اینجا داریم، 4 تا گره گوشه های این شکلمون هست که ما به اینها گره های کناری، و 4 تا گره رو شما میبینید وسط این ازلا قرار دارن که ما به اینها میگیم گره های میانی. برای که شما کامل درک بکنید، ببینید از وسط این من میگم یک دایره ای رو رسم میکنم به این شکل. یه دایره دیگه هم رسم کنم. بذارید یه مقداری اینجا به این شکل. خب من الان اگر برگردم به حالت شیپ تو درین، ببینید گره های کناری روی یک دایره ای قرار گرفتن که این 4 ضلعی داخلش محاط شده و گره های میانی
داخل یک دایره محیطی که داخل محیط این قرار گرفته قرار دارن، روی این دایره محیطی قرار گرفتن. این گره ها کاملا از نظر رفتار به هم وابسته هستن، یعنی همواره فاصله شون رو با هم حفظ میکنن و هر جابجایی که روی هر کدوم از اینها انجام بشه، اون سه تا گره دیگه هم میان به تبعیت از اون این جابجایی رو انجام میدن. خب من بیام این دایره رو رسم کنم، این دایره رو من فقط رسم کردم که به شما بگم اینها چون روی یک دایره قرار دارن نسبت به هم واکنش نشون میدن و مکانشون رو روی اون دایره تطبیق میدن از نظر فاصله ای. میبینید فاصله هر کدوم از این گره های کناری تا گره بعدی یک آرک، یک پای از دایره هستش. این فاصله همواره باید ثابت باشه. اگر این فاصله شما کم بکنید، یعنی فاصله این گره رو تا این گره کم بکنید، این گره های دیگه هم به نسبت اون گره های اول واکنش نشون میدن. من این دایره رو بردارم، این شیر رو انتخاب بکنم. خب ببینید من یکی از این گره ها رو به هم دارم و میام جابجا میکنم. چه اتفاقی افتاد؟ من به گره های کناری دست نزدم، گره های کناری سر جای خودشون باقی موندن. اما کاری که من کردم، اومدم گره های کناری رو من جابجا کردم، به گره های میانی دست نزدم، گره های میانی سر جای خودشون موندن و گره های کناری رو ما جابجا کردیم. میبینید من میتونم اینا رو کاملا بچرخونم، دور و نزدیک بکنم مثلا، ولی گره ها کاملا نسبت به هم دارن واکنش نشون میدن. تو این حالت اگه من رها بکنم، میبینید باز فاصله این گره تا این گره، فاصله این تا این و فاصله این تا این و فاصله این تا این برابر هست. چرا؟ چون اینها روی یک دایره محاط شدن که باید فاصله شون یک پای از دایره باشه، یک قاچ از دایره باشه. اگر من برگردم به حالت پیش‌فرض، این بار بیام گره های میانی رو جابجا بکنم، میبینید باز هم همین اتفاق میفته و این جابجایی رو شما دارید. اگر میخواید زمانی که این گره ها رو جابجا میکنید این حالت دوران ایجاد نشه، کافی است کلید کنترل رو نگه دارید، دیگه فقط شما میتونید گره ها رو دور و نزدیک بکنید، ولی نمیتونید دوران بده. ببینید هر چقدر اینور اونور کنم اینها دوران نمیگیرن، اما به محض اینکه کلید کنترل رو رها بکنم اینها حالت دوران رو به خودشون میگیرن. اکثر کسانی که کار کاشیکاری های سنتی انجام میدن و نقوش هندسی رسم میکنن، شاید بگم 99% کارشون رو با تغییر چنزلی ها انجام میدن. خیلی خیلی قدرتمند هست این ابزار کار با چنزلی ها و تقریبا بگم اگر شما کار با این ابزار رو دقیقا درک بکنید، شاید بگم بیش از 50% اشکالی که دوست دارید رسم بکنید و با همین، مخصوصا اشیاء هندسی رو با همین ابزار و کار با گره های اون میتونید انجام بدید. خب بیایم مقدار بیشتر روش کار بکنیم. ببینید مثلا من این رو میام جابجا میکنم به این شکل. مثلا من میخوام یک حالت فرفره‌هایی بود که بچه بودیم درست میکردیم با کاغذ های رنگی، میخوام یه شکل شبیه اون درست بکنم. خب من میام اینا رو یه مقداری به این شکل به هم نزدیکشون میبرم. خب این هنوز شکل اون چیزی که من میخوام نیستش. خب من راحت میتونم روی اضلاع این چنزلی هم کار بکنم. همونطوری که گره های این چنزلی به هم وابسته هستن، اضلاعش هم با هم وابسته هستن. یعنی اگر شما بیاید روی یکی از این زلها یک گره ایجاد بکنید، روی تمام اضلاع همون موقعیت یک گره ایجاد میشه. اگر بیاید شما یکی از این اضلاع رو منحنی بکنید و تغییر شکل بدید، اضلاع متناظر این چنزلی هم همون ترکیب رو به خودشون میگیرن. برای مثال من این رو میام تو کرو میزنم و این رو یه مقداری جابجاش میکنم. خب میبینید تقریبا اون چیزی که من میخواستیم رو در آوردیم. حالا کافی هست این مقداری ما اینها رو بیاییم از هم فاصله شون رو بیشتر بکنیم تا اون نقش اون فرفره های نوستالژی قدیم رو بتونیم ایجاد بکنیم. خب اگر من بیام، ببینید من این زل رو تغییر شکل دادم، از لا متناظرش هم تغییر شکل داده شد بهشون،
یعنی متناسب با اون تغییر شکل رو پذیرفتن، همون تغییر شکلی که من ایجاد کردم روی یکی از اضلاع. نکته جالبش این هست که این هنوز هم داینامیک هست، یعنی من میتونم اینجا بهش زل اضافه کنم. حتی اگر من بیام اینجا بهش زل اضافه بکنم، باز همون اضلاع جدیدی که اضافه میشن همین خصوصیات رو به خودشون میگیرن. مثلا اگر من این رو بکنم 5 تا، ببینید یک زل دیگه اضافه شد با همون خصوصیت ها. بکنم 6 تا چی؟ یکی دیگه اضافه شد. 7 تا. ببینید تا تعداد 500 تا من میتونم اینجا زل اضافه بکنم و یک 500 زل ای رو ایجاد بکنم که بیشتر از حدی است که ما اکثرا بهش نیاز داریم. خب خیلی کارهای دیگه هم میتونیم بکنیم. مثلا اگه من بیام اینجا یک گره بهش اضافه بکنم، این گره رو اگه من بیام مثلا جابجا بکنم و بهش فرم بدم، میبینید تمام این اضلاع تغییر شکل دادن، یه شکل جدید ما اینجا ساختیم. میبینید به همین راحتی شما میتونید هر شیء منتظمی رو، مثلا میخواید یه ستاره دریایی رسم بکنید، خوراکش استفاده از همین ابزار چنزلی است. در کورل دراو خیلی مهم هست که شما بدونید برای رسم هر شکلی از چه ابزارهایی استفاده بکنید. شاید این شکل رو بشه با رسم مثلا یه منحنی اینطوری و بعد تکثیر کردنش طول یک دایره و بعد ولد کردنش به دست آورد، اما کار زمانبری است، کار سختی است. وقتی ما ابزار چنزلی رو داریم به همین راحتی میتونیم هر شکلی که دوست داریم رو رسم بکنیم. خب چرا باید روی سخت‌تر رو بریم؟ این تقریبا شبیه هم ستاره دریایی است که ما در مورد صحبت کردیم. باز هم من میتونم اینجا بهش پایه اضافه بکنم. هنوز هم اینا هر چقدر بهشون گزینه اضافه بشه، باز هم نسبت به هم واکنش نشون میده. یعنی باز اگر من این رو بیام به هم نزدیک بکنم یا جا به جا بکنم، میبینید که شکل‌های متنوع‌تری رو میتونم ایجاد بکنم. کار با این ابزار چنزلی و ویرایش توسط اون رو حتما کار بکنید و روش مسلط بشین، چون خیلی پرکاربرد است. من یک بار دیگه تکرار میکنم این مواردی که در چنزلی مهم هست حتما به خاطر بسپارید. ما گفتیم در چنزلی ها ما 4 تا گره کناری داریم و 4 تا گره میانی گره های کناری نسبت به هم واکنش نشون میدن و گره های میانی نسبت به هم از نظر جابجایی و اینکه فاصله شون رو نسبت به هم حفظ میکنن. اضلاع متناظر هم نسبت به هم واکنش نشون میدن. برای مثال این زل رو اگر من بیام تو کرب بزنم، متناظرش کدوم زل هست؟ زل های متناظری که بین این گره و گره کناری بعدی هستن. به این شکل ببینید شما میتونید روی اضلاعتون کار بکنید. من سعی میکنم که خب اشیاء متفاوتی رسم بکنم با همین چنزلی که ببینید چقدر قدرت داره این ابزار و چقدر میتونید باش کار بکنید. پس هم اضلاع متناظر از هم تبعیت میکنن، هم گره های کناری متناظر و هم گره های میانی متناظر. سعی بکنید با این ابزار کار بکنید. من انشاءالله تو جلسه آینده ادامه کار با ابزار شکلی اشکال رو میبریم جلو و بررسی میکنیم. امیدوارم که از این جلسه هم استفاده کافی رو برده باشید. تا جلسه آینده همتون رو به خدای بزرگ میسپارم.